سکون سخن میگوید. نویسنده اکهارت توله، مترجم فرناز فرود. آشنایی با نویسنده. اکهارت توله در آلمان به دنیا آمد و 13 سال نخست زندگی خود را در آنجا سپری کرد. پس از پایان دوره کارشناسی در دانشگاه لندن به عنوان پژوهشگر و سرپرست پژوهش در دانشگاه کمبریج به کار مشغول شد. هنگامی که 29 سال داشت، دگرگونی معنوی والایی عملاً هویت پیشین او را از بین برد و مسیر زندگیش را به شدت دگرگون کرد. توله چند سال آتی زندگی خود را به درک یک پارچه و ژرف کردن آن دگرگونی پرداخت. این آغاز سفر درونی عمیق او بود. اکهارت پیروی هیچ سنت یا مکتب خاصی نیست. او در آموزش‌هایش همچون استادان معنوی باستان پیام ساده و در عین حال والایی را به زبان ساده بی پیرایه و ابدی بیان می‌دارد. راهی برای خروج از رنج و ورود به آرامش وجود دارد. این آموزگار در حال حاضر در سراسر جهان به سفر می پردازد و آموزش ها و حضورش را در همه جا منتشر می کند. او از سال 1996 در ونکوور کانادا زندگی می کند. توضیحاتی درباره کتاب. این کتابی نیست که از ابتدا تا پایان بخوانید و سپس کنار بگذارید. با آن زندگی کنید، بارها آن را در دست بگیرید و از آن مهمتر بارها آن را زمین بگذارید. به عبارت دیگر، وقت بیشتری را صرف نگه داشتن آن کنید. خوانندگان بسیاری به طور طبیعی تمایل می‌یابند که پس از خواندن هر قطعه دست از خواندن بکشند، درنگ نمایند، بیاندیشند و سکون پیدا کنند. در این مورد مفیدتر و مهمتر است که گاه از خواندن دست بکشید، اجازه دهید که این کتاب وظیفه‌اش را انجام دهد و شما را از راه و رسم همیشگی و قدیمی تفکر شرطی و تکراری بیرون بکشد. این کتاب به شکل کهن‌ترین آموزش‌های معنوی مکتوب، یعنی سوتراهای هند باستان نگاشته شده و از این جهت میتوان آن را ترویج دوباره آن نوع نگارش در این دوره انگاشت. سوتراها نشانگرهای توانمند حقیقت هستند که به شکل کلمات قصار یا گفتارهای کوتاه بیان می شوند و حاوی شرح و بست عقلانی اندکی می باشند. وداها و اوپانیشادها آموزش های مقدس قدیمی هستند که به شکل سوترا نگاه داشته می شوند. سخنان بودا هم به همین ترتیب هستند. گفته ها و حکایت های عیسی نیز اگر از چارچوب داستانی بیرون آورده شوند می توانند سوترا محسوب گردند. آموزش های والای موجود در تائوته‌چینگ، کتاب باستانی چینی نیز همین گونه اند. امتیاز شکل سوترا در کوتاهی آن نهفته است و ذهن متفکر را بیش از اندازه لازم درگیر نمی کند. آنچه بیان نمی شود اما فقط به آن اشاره می گردد مهمتر از گفته هاست. ویژگی سوتراگونه نوشته های این کتاب به ویژه در فصل 1 که سکوت و سکون نام دارد و شامل کوتاه‌ترین قطعات است مشخص می باشد. این فصل جوهر کل کتاب را در بر دارد و شاید برای برخی از خواننده ها همین کافی باشد.
فصل‌های دیگر برای آنانی است که به نشانه‌های بیشتری نیاز دارند. نوشته‌های این کتاب نیز همچون سوتراهای باستانی مقدس هستند و از حالتی از آگاهی نشأت گرفتند که می‌توانیم آن را سکون بخوانیم. اما برخلاف سوتراهای باستانی به هیچ دین یا سنت خاصی تعلق ندارند و بدون واسطه در دسترس تمامی بشریت قرار دارند. افزون بر این، اکنون حالت اضطرار نیز وجود دارد. دگرگونی آگاهی بشر دیگر یک تفنن نیست که فقط در دسترس چند فرد جدا از هم باشد، بلکه یک ضرورت است تا مانع از نابودی بشر به دست خود گردد. در حال حاضر کشکاری آگاهی قدیمی و پدید آمدن آگاهی تازه هر دو شتاب گرفتند و در نهایت تعجب امور همزمان بهتر و بدتر شدند. اما بدترها بیشتر آشکار هستند، زیرا هیاهوی بیشتری برپا می کنند. این کتاب واژه ها را به کار می گیرد تا از طریق خواندن در ذهن شما به فکر تبدیل شوند. اما این افکار معمولی نیستند، یعنی تکراری، پر سر و صدا و خودخواهانه نیستند و برای جلب توجه فریاد نمی کشند. افکار درون این کتاب درست مانند افکار یکایک استادان معنوی حقیقی و درست مانند سوتراهای باستانی نمی گویند به من نگاه کن، بلکه می گویند به ورای من نگاه کن. از آنجا که این افکار از سکون نشأت گرفتن نیرومند هستند و این نیرو شما را به همان سکونی که منشأ آنها بوده باز می‌گرداند. آن سکون آرامش درون است و آن آرامش و سکون جوهر وجود شماست. سکون درون است که جهان را حفظ و دگرگون می‌نماید. فصل 1: سکوت و سکون. هنگامی که ارتباط با سکون درون را از دست می دهی، ارتباط با خودت را از دست می دهی. هنگامی که ارتباط با خودت را از دست می دهی، در جهان گمگشته می شوی. درونی ترین احساسی که از خود، از آن کسی که هستی داری، از سکون تفکیک ناپذیر است. این همان من هستم است که از نام و شکل عمیق‌تر می باشد. سکون طبیعت اصلی توست. سکون چیست؟ نوعی فضا یا هوشیاری درونی که واژه‌های این صفحه در آن یافت می شوند و به افکار تبدیل می گردند. بدون آن هوشیاری هیچ درکی، فکری و جهانی وجود نداشت. تو آن هوشیاری هستی که به جامعه مبدل انسان در آمده ای. همهمه درونی تفکر معادل با سر و صدای بیرونی است. سکون درونی معادل با سکوت بیرونی است. هرگاه سکوتی در پیرامونت وجود دارد، به آن گوش بسپار، یعنی فقط آن را ببین و به آن توجه کن. گوش دادن به سکوت، بعد سکون را در درون تو بیدار می کند، زیرا فقط از طریق سکون است که می توانی به سکوت آگاه شوی. ببین که در لحظه توجه به سکوت پیرامونت فکر نمی کنی. آگاه هستی اما فکر نمی کنی. هنگامی که به سکوت آگاه می شوی، بیدرنگ آن حالت هوشیاری ساکن درونی ایجاد می شود. اکنون حاضر هستی
و از هزاران سال شرطی سازی جمعی بشر به بیرون گام نهاده ای. به یک درخت، یک گل و یک گیاه نگاه کن، بگذار آگاهی تو بران بیارامد. بنگر چه ساکن هستند، چه عمیق در وجود ریشه دارند، بگذار تا طبیعت سکون را به تو بیاموزد. هنگامی که به درختی نگاه می کنی و سکون آن را در میابی، خودت نیز ساکن می شوی و در سطح بسیار عمیقی با آن ارتباط برقرار می کنی. با هرچه از طریق سکون دریافت کنی، احساس یگانگی می نمایی، احساس یکی بودن با همه چیز. احساس یکی بودن با همه چیز همان عشق حقیقی است. سکوت مفید است، اما برای یافتن سکون نیازی به آن نداری. حتی در هیاهو می توانی به سکون متن صدا، به فضایی که صدا از آن برمی خیزد آگاه باشی. آن فضای درونی آگاهی ناب خود آگاهی است. می توانی به آگاهی به عنوان زمینه تمامی دریافت‌های حسی و تمامی افکارت آگاه شوی. آگاه شدن به آگاهی پدیدار شدن سکون درون است. هر صدای آزار دهنده‌ای می تواند به اندازه سکوت مفید باشد. چگونه؟ مقاومت درونی را در برابر آن کنار بگذار. بگذار امور همان گونه که هستند باشند. این پذیرش تو را به آن قلمروی آرامش درون که سکون است خواهد برد. هرگاه این لحظه را به هر شکلی که باشد به گونه عمیق بپذیری، ساکن شده ای و در آرامش هستی. به وقفه توجه کن، وقفه میان دو فکر، فضای ساکن کوتاه میان واجه ها در گفتگو، فاصله میان نوت‌های پیانو یا فلوت، یا وقفه میان دم و بازدم. هنگامی که به این وقفه ها توجه می کنی، آگاه بودن به چیزی به آگاهی صرف تبدیل می شود. وعد بی شکل آگاهی خالص از درونت به پا می خیزد و جایگزین شناسایی از طریق شکل می گردد. شعور در سکون عمل می کند و خلاقیت و راه حل مسائل در سکون یافت می شوند. آیا سکون فقط نبود صدا و نمودار است؟ نه، سکون خود شعور است. آگاهی زیربنایی که تمامی اشکال از آن زاده می شوند و مگر ممکن است از آن کسی که تو هستی جدا باشد؟ آن شکلی که گمان می کنی تو هستی از آن آگاهی آمده و توسط همان حفظ می شود. آن شعور جوهر کهکشان ها و علف هاست، جوهر تمامی گل ها، درختان، پرندگان و تمامی اشکال دیگر آفرینش. سکون تنها پدیده در این جهان است که شکلی ندارد، اما در واقع سکون پدیده نیست و این جهانی نمی باشد. هنگامی که در سکون به درخت یا انسانی می نگری، این کیست که می نگرد؟ وجودی عمیق‌تر از شخص، آگاهی به آفریدهش می نگرد. کتاب مقدس می گوید که خدا جهان را آفرید و دید که خوب است. هنگامی که بدون فکر از درون سکون نگاه می کنی، تو نیز همان را می بینی. آیا به دانش بیشتری نیاز داری؟ آیا دانش بیشتر جهان را حفظ خواهد کرد؟
آیا کامپیوترهای سریع‌تر و تجزیه و تحلیل‌های علمی‌تر و هوشمندانه‌تر موجب محافظت از جهان خواهند شد؟ آیا در این زمان بشر بیش از همه چیز به انسانیت نیاز ندارد؟ اما خرد چیست و در کجا یافت می شود؟ خرد از توان ساکن بودن ناشی می شود. فقط بنگر و گوش کن. به چیز دیگری نیاز نیست. ساکن بودن، نگریستن و گوش دادن شعور غیر فکری درونت را فعال می کند. بگذار سکون گفتار و رفتار تو را هدایت کند. فصل 2 در ورای ذهن متفکر. وضعیت بشر گمگشته در فکر. بیشتر مردم تمامی عمر را محبوس در محدوده افکارشان می‌گذرانند. آنها هیچگاه به ورای مفهوم شخصی، ذهنی و محدودی از خود که توسط گذشته شرطی شده نمی روند. در تو همچون هر انسانی بعدی از آگاهی وجود دارد که بسیار عمیق‌تر از تفکر است. آن ذات وجود توست. می توانیم آن را حضور، هوشیاری یا آگاهی غیر شرطی بخوانیم. در آموزش‌های باستانی آن را مسیح درون یا طبیعت بودا می خوانند. یافتن آن بود تو و جهان را از رنجی که برای خودت و دیگران ایجاد می کنی رها می سازد. رنج در حالتی ایجاد می شود که من حقیر ساخته ذهن تنها کسی است که می شناسی و همان زندگی تو را اداره می کند. عشق، شادی، انبساط خلاق و آرامش درونی پایدار نمی تواند به زندگیت وارد شود مگر از طریق آن بعد نامشروط آگاهی. اگر حتی گهگاه بتوانی افکاری را که از ذهنت عبور می کنند فقط به عنوان افکار بشناسی، اگر بتوانی الگوهای واکنش ذهنی عاطفی خود را در حالی که رخ می دهند شاهد باشی، آنگاه آن بود همکنون در تو به عنوان نوعی هوشیاری که افکار و عواطف در آن رخ می دهند در حال شکل گیری است. یک فضای درونی بی زمانی که تمامی محتوای زندگی تو در آن سر می گشاید. جریان تفکر قدرت شدیدی دارد که می تواند به سادگی تو را با خود ببرد. هر فکری وانمود می کند که بی اندازه مهم است و می خواهد توجه تو را به طور کامل ببلعد. این هم یک تمرین معنوی تازه برای تو. افکارت را زیادی جدی نگیر. مردم چه ساده در زندانهای ذهنی خود گرفتار می شوند. ذهن انسان با آرزوی دانستن، فهمیدن و کنترل کردن عقاید و دیدگاه‌هایش را با حقیقت اشتباه می‌گیرد و می‌گوید این گونه است، باید از فکر فراتر باشی تا متوجه شوی در صورتی که زندگی خود یا زندگی و رفتار دیگری را به هر شکل تفسیر می‌کنی و هر وضعیتی را هر گونه قضاوت کنی، به هر حال چیزی بیش از یک نقطه نظر نخواهد بود. دیدگاهی در میان بیشمار دیدگاه‌های ممکن که بیش از یک توده فکر نیست. اما حقیقت یک کل یک پارچه است که در آن تمامی چیزها در هم تنیده‌اند.
جایی که در آن هیچ چیز به خودی خود و تنهایی وجود ندارد. فکر کردن حقیقت را تکه تکه می کند. آن را به ذره ها و پاره های ذهنی قسمت می کند. ذهن متفکر ابزار مفید و قدرتمندی است، اما هنگامی که اختیار زندگیت را به طور کامل در دست می گیرد، هنگامی که متوجه نیستی که فقط جنبه کوچکی از آن آگاهی که تو هستی می باشد، بسیار محدود کننده می شود. خرد حاصل فکر نیست. شناخت عمیق که خرد می باشد، به سادگی فقط با معطوف کردن توجه کامل به چیزی یا کسی پدید می آید. توجه شعور ازلی و خود آگاهی است. توجه موانعی را که فکر ذهنی ایجاد کرده است از بین می برد و همراه آن این تشخیص پدید می آید که هیچ چیز به خودی خود وجود ندارد. توجه به مشاهده کننده و مشاهده شونده در زمینه وحدت بخش هوشیاری می پیوندد. توجه التیام بخش جدایی است. هرگاه در تفکر بی اختیار غرق می شوی، از آنچه هست می گریزی، نمی خواهی آنجایی که هستی باشی در اینجا و حالا.